با فراخبر با من یماس شوش خوش آمدید در این برنامه کمیسیون <applause> <applause> های انتخاباتی زیر بار اتهام های جدی همزمان با بالا گرفتن اعتراض ها در مورد کارکرد کمیسیون های انتخاباتی برخی نمایندگان شورای ملی خواستار ممنوع الخروج شدن مقام های این کمیسیون ها شدند اینا باید ممنوع الخروج باشند و اینا به ارگان های عدل و قضایی معرفی شود رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید اگر بوش به جای اوباما می بود با مشت به صورت پوتین می زند. سلام و وقت شما و خیر همزمان با بالا گرفتن اعتراض ها در مورد نتایج انتخابات شوراهای ولایتی شماره از نمایندگان مجلس خواستار ممنوع خروج شدن مقام های کمیسیون انتخابات شدند هنوز با گذشت ماه جنجال انتخابات پایان نیافته و هر روز کار کمیسیون های انتخاباتی جنجال تازه ای می آفریند. برخی اعضای مجلس سنا اعضای کمیسیون های انتخاباتی را دکانداران سیاسی خواندند و ادعا می که بسیاری از نامزدان شوراهای ولایتی بر پایه زد و بندهای سیاسی و پولی پیروز شدند در همین حال شماری از رؤسای کمیسیون های شورای ملی می گویند که اعضای کمیسیون های انتخاباتی مرتکب خیانت شدند و احتمال دارد که مانند متهمان کابل بانک از کشور فرار کنند و باید از فرار آنان جلوگیری شود اما در این میان هنوز مقامات کمیسیون های انتخاباتی با همه این ماجراها خمی به ابرو نمی آورند و به کارشان ادامه می دهند و حکومت جدید نیز در مورد کارکرد کمیسیون ها خاموش است اما در برابر کارکرد کمیسیون های انتخاباتی چه باید شود رفیع الله گل نائب دوم مجلس سنا و از نامزدان معترض شورای ولایتی و اسدالله سعادتی و عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید شما آقای گل افغان با شما آغاز بکنیم اعتراض عمدی شما در مورد کارکرد کمیسیون ها چی است بسم الله الرحمن الرحیم پیش از همه سلام و احترامات خدا خدمت هموطنان عزیز خود تقدیم میکنیم البته شما شاید هستید انتخابات که ما پشت سر از هر تا آخر اعتراضات بوده چی ریاست جمهوری بوده و چی فعلا نتایج نهایی شوراهای ولایتی که اعلان شد واقعا مشکلات و تخطی و تقلب با خود داشتک و همیشه که اعتراض میشه کسای اعتراض میکنه که سند در دست می داشته باشند اصلا ما چند بار خودم صدا بلند کردم و از طریق رسانه گفتم که دیگه ما به یا اوراق نمیبریم فقط در میز سارموالی و محکم قوای عدلی قدلی و قضایی یا بیان ما سند در داریم گپ اوایی نمیزنیم یا شما باور به خدا بکنه که یک کسی رمن من نمونهی به یا میگم رای و رایساب کنه 580 رای داشت و 5800 رای شده یعنی یک کسی که در خانه ما اومده بود بعد از انتخابات خودش با ما گفت بسیار پول ما مصرف شد دیگه شد مردم ناجوانی کرد ما 500 رای بردم با زبان خود پیش ما آمده گفته و امروز او د لست آمده ۵ هزره داره و گپ عمده و اساسی که دوستا همیشه میگه سند سنت اکاونای بانکی دوستای که کارمندا و بزرگا و مسئولین کمیسون انتخاباتی و شکایاتی اکاونت ما شما رایش دادم که شما برای ببینید که معامله بانکی که در اکاون از او چی قامه خود تجارت نیست خو توانی فساد از یا بین خود با شکایت 20000 بیست هزار اوالا کده و هزار به کمیسون انتخابات پس در اکاون انداخته این سند نیست یا چیز شما در این موارد دا سند دارین؟ در دا دست دارم سندش اکاونش اما شمارش همه چیزش پیش ماست می میدانین چه کسانی به چه منظور پول فرستادن برای مقامات کمیسیون؟ این سند چگونه است؟ ی ای به ای ای این معناست که پول به این خاطر فرستادن که را پیدا کردن رای نداشتن شما رأی... در این مورد سند دارین بله ما حاضر هستم در میز محکمه نه در پیش ش... کمیسون شکایت خدا آقای سعادت شما فکر بکنه آنقدر آلوده است آنقدر آلوده است که ما سندای دارم که صدا نمیکشن تو میگی خم ابرو نمیکنن ما چیز دارم که خم ابرو کردن نمیتونن مثلا چی بیشتر گفتم سند دارم بالایشون در مورد ب... کدام مقامات کمیسیون ها را در موردشان سند دارین ما میگم خصوصا در شکایت خود آقای سادات و تیمشان کل تماما آلوده بوده کدامش نبوده از معاونش رو تا خودش رو تا سخنگویش رو سخنگویش از خوب بود پانزه هزار از دوستان میگرفت مکه معلومات داشتم آیا واقعا در همه این موارد شما اسناد دارین؟ هر آن زمان اگر ما اسناد به محکمه و سارموالی در را نکده ما از رسانه, رسانه ما از طریق رسانه باید ما باید محکمه شوم ما یک ماجرا جوستم دروغ میگم ملت و مردم پریشان میسازم ما حاضر آماده استم که در میز سارموالی و در میز محکمه با سنده که یا محکمه شوند چون پروسه ملی را در او خیانت کردین با ما مس اگر اگرچند تا محکمه حکم نکنه که از خائن ملی کسا گفتن میتونه چون مددس داره ما, ما خائن ملی خطاب میکنم به یه و این را به ثبوت و به اثبات هم میرسانیم که ما یاره در میز محکمه کش که مشکل ریاست جمهوری یاره نتانست کش کرده ما به سنت یاره کش میکنم و چهره و نموالودی یاره به تمام ملت نشان میده آقای سعادتی واقعا اگر این گونه فساد در این کمیسیون ها جریان داشته باشه که آقای گلافغان میگه که اکاونت از پول پر شده در ای صورت این صورت اینها را چی میشه گفت مقامات کمیسیون انتخابات به نام خدا و بر سلام خدمت خیلیندگان محترم تلویزیون تا جایی که بیا داریم شما هم طبعا در جریان هستین در جریان انتخابات گذشته پارلمانی جنجال های بسیار فراوان صورت گرفت و در اون زمان دید اکثریت یا برداشت اکثریت بود که ممکن است دخالت حکومت و دخالت قدرت باعث شده که به نحوی کمیسیون ها زیر تاثیر از اونها عمل بکنند در جریان محکمه خاص که شما باید داریم به با او اساس تقریبا تجاربی که به دست آمد یا انتباهی که به دست آمدی بود که کار کنیم که حالا احساس میشه که بهش بعضی ها شاید به این فکر افتاده باشه که از آن طرف بام دارد میفتیم و او کاری بود که استقلال اینا را بیش از اندازه بلند بردن مکانیزم محاکمه برای کمیسیون ها بسیار پیچیده است و تقریبا ناممکن است مشکل است به لحاظ قانون قانونی که پاس شده شورای ملی و صلاحیت های اینا هم صلاحیت های نهایی نهایی شمرده میشه در قانون انتخابات و قانون صلاحیت پس بنابراین اگر بخواهیم که یک کار درست صورت بگیره چند کار را میشه فعلا روی دست گرفت برای تأمین عدالت و برای زیکی شفافیت هم اول واقعا بر اساس قوانین موجود و بر اساس اسناد که ادعا میشه که در دست معترضین هست نگاه کنیم که چگونه نمیتونیم از چی طریق میتونیم ما این دعاها را در یک دستگاه عدلی و قضایی درست سیعت و سوق میشه معلوم کنیم البته چیزی که واضح است ما میخوایم به طرفان عرض کنیم است که در هیچ صورتی و در هیچ حالتی دستگاه عدل و قضایی نمیتونه به نتایج انتخابات اونا دخالت بکنه ولی خب در حالات جرمی اگر کسی متهم به جرم است متهم به اخذ رشوه او باز صلاحیت از اون است این یک نکته نکته دوم اصلاح قوانین است ما اگر تجارب جدید آموخته باشیم با خصوص قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون انتخابات، شکایت انتخاباتی را میتونیم یک بازنگری جدی کنیم که کجاها ما بیش از اندازه وسواس نشان دادیم و میزان استقلال و صلاحیتی از اینا را بیش از اندازه بالا بردیم کجاها این صلاحیت تا حد درست است و کجاها لاغر است از این طریق میشه که باز یک یک داشته باشیم به قانون که یک تعادل نسبی به و یک راه وجود داشته باشه که اگر خودی کمیسیون اعضای کمیسیون بله. کمیسیون اگر این بس اینقدر فراتر از قانون رفته باشه چیزی را که آقای گلفغان میگه که بحث پول و پول گرفتن و پیروز ساختن افراد مطرح باشه اینجا دیگه اصلا قانون زیر پا شده این افراد نمیشه از اون راه وارد معامله شد خب مشکل هم اینجاست ما نسبت به قضایا دیدگاه حقوقی و تکنیکی را میکنم مشکلی است که هر تخطی از طریق هر کسی در هر دولتی و در هر حکومتی نقص قانون است اگر کسی رشوت میگیره قانون نقص شده اگر کسی کارهای جرمی دیگه هم انجام میده قانون نقض شده ولی چند تا باریکی اینجا داره که باید با او باز عادلانه برخورد کنیم اول اینکه این ادعای نقض قانون باید در یک جا به اثبات برسه یعنی مثلا چه بررسی قرار بگیره در یک جایی میشه که اگر ادعای رشوت باشه رشوت خودش جرم است این کمیسیون شکایات انتخاباتی کار دادگار انجام میتنه در بحث در اینجا انتخابات دو بود داره خود دادگاه وقتی که اینطوری به فساد آلوده طوری که ادعا میکنه آقای گل افغان اگر اینطور باشه قضیه دو بود داره این باید روشن یک بود مربوط به خود انتخابات سرنوشت انتخابات نتیجه انتخابات نتایج رای است ما قدم است که در هیچ حالتی نه ولی نه قضا و نه حاکم افغانستان در مورد آرای مردم افغانستان قضاوت کرده نمیتواند اگر دستکاری کرده باشند با بر اساس پول و, و های سیاسی کار کرده با دی... باشند مزداق خیانت ملی بز. است بود دومش بود دومش است که اعضای کمیسیون کمشنرای کمیسیون اونها مرتکب جرم میشن مرتکب اخذ رشوت میشن یا مطالبه رشوت میشه اینجا باز دستگاه عدلی و قضایی متناسب با اسناد دست داشته میتونه اینا رو بررسی بکنه و قضیه کاملا بادی جداگانه پیدا میکنه این بحث بحث دو که خیانت ملی مصداقش چیست اون بس یک مقدار قابل چالش است باید یک تعریف دقیق تر شود اگر در یک روند ملی افراد چون کارهایی کارهای کرده باشن و اسناد وجود داشته باشن این خیانت ملی نیست خب ببینین بحث خیانت ملی در قانون اساسی در چند جای آمده ما مصداق قا روشان است یک بحثی است که باید یک یک تعریف دقیق بتیم که کدام جرایم مصداق خیانت ملی را پیدا میکنه چون بسیار جرم سنگین است یک که ما هنوز نمیتونیم در یک میز اظهار نظر دومی که حتی ما وقتی اگر کسی را میگیم که خیانت ملی هم کرده ای خوب نیاز به ای داره که امو بحث قبلیم که باید در یک, در یک جای در یک محکمه در یک مرجع رسمی و قانونی مورد رسیدگی قرار بگیره و اونا باید اثبات بکنه که آیا جرم در چه حد است جرم در حدی است که باید خیانت ملیش حساب کنیم یا در حدود پایین است اینا های کاملا تکنیکی و حقوقی قضیه است که باید با حقوقی و کارشناسانه برخورد شود این یک بحث بحث دو میست که سپاسگزار حالا برمیگردیم دوباره به این بحث گل افغان دید شما در مورد این بحثی را که آقای سعادتی مطرح کردن به لحاظ مکانیزم های حقوقی میگن خیلی راه دشواری است که شما به نتیجه برسانین این بحث را ما و شما یک چیز میگم شما سعی کنید در کدام قانون بود ما در ریاست جمهوری قانون اساسی داشتیم نداشتیم همین کمیسون انتخابات بود بای جگه بدون نتیجه که رای مردم سرنوشت رئیس جمهور را بنام وحدت ملی یک ضرورت بود فشار بود ما استقبالش میکنیم مشروعیت نداره امروز حکومت به نتایج مردم رئیس جمهور ما نداریم انتخابی یک وحدت ملی یک برنامه سیاسی جور کردن وقتی کو مشروعیت نداشته باشه شورای ولایتی یعنی باطل بود شورای ولایتی را مشروعیت چطور به رای کثیف رای مردم را که یاد چتل و کثیف ساختن گپ دیگه ایجاست که دوست ما گفت که وکیل صاحب که خیانت ملی پروسی ملی را که هر کس در او خیانت میکنه و خیانت ملیست قانون هم میگه هر کس میگه گپ ما در کجاست امروز ما همیشه صدا بلند میکنیم سعی کنه نقض قانون داد از قانون میزنیم قانون همیشه به نفع خود تعبیر میکنیم ما سعی ماده چند قانون اساسی فراموش ما شده وقتی که رای کس باطل میشه و یا کدام مشکل شکایات می داشته باشه تمام اعضای کمیسیون شکایت یا نماینده نامزد یا خود نامزد موجود می باشه با کمیسیونهای های آزاد فیفا کیفا و فیفا چیز هم تونایی می باشن بعد از او قناعت حاصل میکنه مگه این رایت باطل شده یعنی شکایت بالای توست امی نقض قانون شده کدام نامزاد شورای ولایتی را یا خواسته نیکار کردین هر آن چیزی که دلشان خواسته اما کردین تو باور به خدا که دو بجه شو لست آمد یک کس نفر ششون بود یک بجه شو در سایت ننداختنش او سند پیش ما موجود است لست نهایی دوازده بجه شو باش در یک بجه شو از سایت بیرونش کن شما خیانت چی را میگه؟ سند چی را میگه؟ چی کسی باید رسیدگی بکنه این اسناد را که شما در دست دارید وحی از آسمان نامده که خط قرآن باشه پرسان نکنه خی اوجه و شش تا کار طور بکنه ظاهرا در حال حاضر چونین است ما قوای عدلی و قضایی داریم خیانت یک جرم چرا است چرا تا هنوز کار نشده آقای ولا... شما میگین که انتخابات ریاست جمهوری نتیجه نداشت و ولد. رئیس جمهور انتخابی نیست پس چرا کار نشد کار و یک حکومت وحدت ملی جور کردن یک یک ما استقبال به این میکنیم که وطن از بحران نجات پیدا کرده ای خوشحال هستیم که خوب شد اما در ام این مورد هم نخواهد شد حالا بس ما پس هیست. سر رای گپ بود سر انتخابات گپ بود که میگپزه وقتی که سرنوشت مردم یا رای مردم میار در انتخابات نباشه و سرنوشت ریاست جمهوری یا شورای ولایتی را رقم نزنه خی فکر کنه وقتی که او نتانست در ریاست جمهوری مشروعیت داشته باشه چطوری رو شورای ولایتی مشروعیت میتن؟ این انتخابات که پنج ماه اوراق اسناد شکایات در کمیسون شکایات می باشه در پنج ماه این نقض قانون نیست تو, چکاره تو چیکار پنج ماه اوراق اسنادی نگاه میکنی پیش خود این خودش یک ای مشکل است در کجا قانون نقض نشده از انتخابات اف ماه گذشته از امروز تو تمام نقض قانون است از قانونیت ما باید افغانستان گپ نزنیم و تعبیر به نفع خود نکنیم تعبیر به نفع طرفدار خود نکنیم نفع تعبیر به نفع کسی نکنیم که دیروز به ما تقلب کرد امروز تعبیر به نفع او قانون بکنیم آقای سعادتی پاسخ شما چی است حالا میگن از سر تا پا نقض قانون بوده دیگه نمیشه از قانون حرف زد انتخابات ریاست جمهوری هم نتیجه در پای نداشته خب من طرف دعوای اعضای محترم و نیستم و مدافع کمیسیون اصولا نباید باشم من مدافع قانون افغانستان هستم اول من حیث یک تبعات دو من یک نماینده مردم آقای گل هنچن... میگن که بس دیگه از قانون گذاشته چون همه کارها قانون را اینا زیر پا کرده اونا هست من حق ندارم دیدگاه از اینا را بگویم که نگو چون این چیزی ولی من دیدگاه خودم میگم تحت تأثیری نه اعتراض هستم نه تحت تاثیر کس چند نکته من واضح بسازم روشن بر مردم افغانستان حداقل اول اینکه نقض قانون در گذشته دلیل بر نقض قانون جدید نمیشه ما ملزم به رعایت قانون در همه حال هستیم دوم اینکه انتخابات اون گونه که اینا میگن نیست نظر خودشان است انتخابات افغانستان انتخابات ریاست جمهوری نتیجه داشت به نتیجه نبود مبنای مشروعیت حکومتی موجود انتخابات افغانستان است نه توافق سیاسی دو سه سی تا دلیل بسیار روشن وجود دارد. اول اینکه تفتیش صد سد درصدی برای یک کار عبس و بهوده نبود برای اعتبار بخشی پروسه بود دوم نفس اینکه آقای اشرف غنی رئیس جمهور است و دکتر عبدالله رئیس اجرایی است دلیلش اعتبار رای مردم افغانستان است وگرنه در هیچ جای از موافقتنامه گفته نشده که رئیس جمهور و دلیل این که اشرف غنی به اعتبار اعتبارنامه کمیسیون رئیس جمهور میشه و دکتر عبدالله به امضای اشرف رئیس اجرایی میشه معنیش انتخابات افغانستان است که نمیخوایم سر از بپیشم به هیچ صورت معنایش نیست که انتخابات نتیجه نداشته ما سرانجام اونقدر معطل کردیم که همین کمیسیونی که اینا هم اعتراض داره اینا اعلان کردن نتیجه را که کی رئیس جمهور بعد ای یک بس بس دوم است که اینا حق داره اعتراض خود مطرح بکنن و هر شهروندی حق داره و هیچ کسی حق نداره که از وظایف خود استفاده بکنه رشوت بگیره و سیستم را خراب بکنه اینا باید نظارت شد اینو بحث بسای واضح و روشن و از بدهیات است بحث ما این بود که ما با با مسابقه دادن در جهت نقض بیشتر قانون با استناد به نقض قوانین گذشته نمیتونیم قانون مثلا در کدام مورد این در هیچ موردی بحث دیگه اینکه میگین که مسابقه دادن در نقض قانون مثلا در چه موردی اشاره ما در طول 12 سال شاید بودیم که هر جا کسی خواست قانون بشکنه استناد کرده که در گذشته هم قانون شکسته شده ولی بحث تکنیکی که داشتم بحثی اساسی جرم جرم کل در هر جای افغانستان که باشد جرم جرم است کسی ما اگر وکیل پارلمان است و ما قانون را نقض میکنم ما باید مطابق قانون با ما برخورد شود ولی ظاهرا حالا کسی بلن. نیست که داد نامزدان معترض را هم بشنوه این دلیل این دلیل ای... که در انتخابات یک... ریاست جمهوری هم وجود داشت اونها بلد. را هم آقای گل خب افغان میگن که باید یک مکانیزم پیدا بکنیم که ما بهتر بون میخواستم عرض کنم که این دلیل به هیچ صورت دلیل عادلانه و عقلانه نیست که ما بگوییم که اه مثلا اه نقض قانون از طرف اعضای کمیسیون خودش زیر پا کردن قانون است بنابر کسی که معترض هست او زمان او هم بگه که فاتح قانون خواندش چون او کار کرده خود قانون برای ازمی است که کسی قانون نقض میکنه باید با او چگونه برخورد صورت بگیره اگر این گونه نباشه یک جامعه جامعه جنگلی است قانون برای ایست که کسی که او قانون نقض میکنه باید با او برخورد شود آقای گلابوان، حالا انتخابات ریاست جمهوری نتیجه داشته و نتیجه هم رای روشن کرده و اینکه قانون باید رعایت شود و قانون تاین میکنه مسیر اصلی شما،, شما, فکر کنه شما رسانه همیشه در این برنامه ایتان بسا داشتین بحث های سیاسی بوده دوستایی بود که سر مسائل سیاسی بحث میکرد ما کمیسون دیدیم که اعلان کرد و یوازی که رای مردم اعلان بکنه که فلان اینقدر رای برده اینقدر فلان رئیس جمهور فلان رئیس اجرایی وظیفه کمیسون نبود رئیس اجرایی را اعلان بکنه وظیفه کمیسون رای مردم بود که سرنوشت رئیس جمهور را رای مردم باید تعیین بکنه شما یا شنیدید رسانه است شما خب آقای سعادتی میگن که رئیس جمهور اعلام کرده تعداد رایش را رئیس جمهور رئیس خود... اجرایی را تعیین کرده تو خودت بگو در رسانه است ما خو نشونیدیم یا من نش... اخبار گوش نکردم یا معلومات ندارم خب حالا صرف... آقای, آقای, آقای سعادتی نظر آقای, نظر خودش است ما گفتم که ما صرف همه قدر معلومات داریم که اعلان شد دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور و دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرا دیگه از رای ما چیز خبر نداریم که کی چقدر رای داره نداره ای که چی کردن چی ماندن مگه توافق سیاسی نشده برای مردم رئیس اجرا از کجا شد که توافق سیاسی نشده ای ده کجای قانون بود گوش بکنین توافق سیاسی نتایج رای مردم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یک میار قرار داده نشد فقط یک معامله سیاسی شد و همه ما خبر داریم از چیشون پوشی کردن نمیتونیم ولی استقبالش میکنیم حالا در مورد و بهتر شد. انتخابات شورای ولایتی آقای سعادتی تاکیدشان این است که قانون مسیر را میکنه اگر کسی جرم مرتکب شده خب قانون بالاخره تصمیم میگیره در موردش ما پیشتر گفتم یک مادر که باز گفتم تکرار نشه ماده چند قانون انتخابات است که گفتم که اگر رای باطل میشه شکایت باشه باید یا خود نامزد باشه یا نمایندهش. این نقض قانون نیست پنج ما کدام اوراق اسناد در کمیسون میمونه این نقض قانون نیست این گپای رشوت و فساد یک چیز علنی است همینجا آقا آقای سعادت چشته ما از این سوال میکنم خدا کنه که بگه آیا تقلب دمیجه نشده دمی دمی کمیسون ما تقلب صورت نگرفت تقلب و کم امن گسترده آمدیم دیگه که آل ما همیشه قانون میگیم کاش که ما با قانونیت بریم کدام کار ما به قانون است فقط وقتی که در یک جای بند از قانون گپ میزنیم دیگه قانون از سر تا پا از هر که زیر پا بود قانون تا 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 قوی مقننه که دو اتاق داره مشرانو و جرگه و ولوسی جرگه است قانون هموجا درست تطبیق نمیشه که خود ما ما قوی مقننه استیم اگر میگن نیمه بگوییم خب، حالا این اعتراض شما به کجا خواهد انجامید؟ ما همیشه امروز به خانم مترزین پیش رئیس اجرایی معاون اولش رفته بودن سبا با او دیدن میکنن و خود رئیس به جمهور و رئیس اجرای در اولویت کارشان کاری و بررسی جدی در کمیسیون انتخابات در محافل کلان در مجالس کلان و شان به مردم بود که ما مبارزه با فساد میکنیم و کسی فاسد است واقعا این که تالا حکومت نپرداخته به این مسئله؟ نه نپرداخته باز ما همه گپایی را فقط فکر میکنیم که در چشم مردم خاک زدن و اما قدر کردن خود در اقتدار برسانن همه مثل گذشته یک فرمان است که گپ گپ میمانه و فرمان فرمان میمانه و کاغذ کاغذ میمانه از حکومت کرزه بتر تر بازمومه باشه میباشه چون که نظر به گفتارشان با وعدایشان که به مردم داده اگر عمله عملی صورت عمل نکنن دیگه معنای نداره باز هم کسانی هستند که داد از عدالت داد از قانونیت نزنند با آقای سعادتی کوتا حالا در آقای گل افغان میگن که تمام ارکان نظام فاسد شده در چون این حالت میشه بس قانون را مطرح کرد و قانون را عملی کرد در چون این حالت از نظرم ممکن نیست وقتی ما به هیچ چیزی اعتقاد نداریم و به هیچ چیزی خود ما هم نمیخوایم اعتقاد داشته باشیم نمیشه هم کرد بحث من بسیار عوشن... که بحث بس من بسیار عوشن... عوشن بحث میشه بس میشه کرد بس بسیار عوشن عوشن من میگم که من تا آخرین قطره خون تا آخرین لحظه تجویزی زیر پا کردن قانون و بحث سیاسی رو داده نمیتونم من سایس یک تبعه من آدم مسئول میگم در همه حالت ما فعلا یک دولتیم این دولت بنیاد رفتارها و عملکردهایش هوایی و سلیقه‌ای نیست بر مبنای قانون است و ما نمیتونیم قانون را یک طرف بگذاریم این گپی بسیار روشن و واضح دوم گپ روشن است که کمیسیون... آقای کومیشن... گلابغان ظاهرا خود دولت هم زیر سوال میبره که مبنای قانونی نداره چه به لحاظ اینکه از انتخابات برخواست باشه چه اون فساد را که یاد میکنه که در قوه مقننه و جای دیگه خب اون نظر اونا من, در... من به یک دولتی که مبنای قانون نداشته باشه ما آرام نمیشینیم من... اعتراض میکنم میگم مبنای قانون نداری حق نداری بر ما حکومت کنی ولی حداقل اینجا اونطور نیست دوم چیزی که از حکومت و قدرت متاسفانه یا خوشبختانه بر اساس این قانون حق دخالت را نداره با کمیسیون ها بس این بود که ما یک سال برای جمهور کرزه وقتی جنجال کردیم گفتیم شما می ماند این بحث انتخابات دیگه در این مختوم است باید مختوم شود انتخابات باید مختوم شود در یک جای نمیشه که یک سلسله سالانه ما شش, شش ماه انتخابات داشته باشیم سه سالم جنجال انتخاباتش معنا نداره یک بازنده داره انتخابات یک برنده داره کسی که اسناد داره مثل افغان وری اسناد خورد به محکمه پیش کنه رشوت دارد رشوت داده باشه کسی یا رشوت گرفته باشه باید محاکمه شد ولی بحث انتخابات باید مختوم شد آقای افغان خیلی کوتاه بفرمایید که بحث انتخابات در اینجا باید پایان پیدا بکنه چون ماها وقت را برده نمیشه دیگه بیش از این بحث انتخابات باشد. در زمان پان پیدا بکنه قوتا. که عاملینه که در فساد آلوده هستن به محکمه روی سندی که ما مثال گپ میزنیم اسناد دست داریم آیا او محکمه شون یا نشان به یک برکناری از یا سیستم درست از افراد و اشخاصی که آلوده هستن محکمه شون به پنجه قانون سپرده شون چیزی قانون فیصله میکنه ما با اون روز ما نمیخوایم باشیم نباشیم ولی کسایی که کار کرده به میز محکمه باید حاضر شوه و سند دست شد میکنین زور شما پیشتر گفتین که بحث قانون در افغانستان مطرح نیست اگر اینطور باشه چطور شما مطمئن هستین که این افراد به پنجه قانون سپرده خواهند شد ما تا وقتی به مبارزه و تظاهرات خود دوام میتیم که باید قانون سریع تطبیق بکنیم مند. یا کسایی نیستن که بالا یا قانون تطبیق نشه این خط قرآن از آسمان آمده باشه که هر یا کردن کس پرسان کردن تا جبرائیل امین است که فاسد فاسد است خائن خائن است قانون حالا قانون است باید دید و منتظر بود که چه خواهد شد ممنون از شما رفیع الله گل افغان نایب دوم مجلس سنا و از نامزدان معترض شورای ولایتی و اسدالله سعادتی عضو مجلس نمایندگان سپاسگزارم از شما شما یک خبر کوتاه ببینید خدا نگهدارتان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید اگر اکنون جورج بوش جای اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود مانع تجاوز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به اوکراین میشد به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در انتقاد از اقدامات اوباما گفت آیا کسی فکر می کند که اگر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بود پوتین به کریمه حمله میکرد؟ نه حتی پوتین هم به اندازه کافی باهوش است که بداند اگر بوش بود تنها در ده ثانیه با مشت به او حمله می کرد این اظهارات که در کمپاین جمهوری خواهان مطرح می شد مورد استقبال قرار گرفت اما اینجا مسئله در تضاد با اظهارات بوینر وجود دارد در سال 2008 زمانی که بوش رئیس جمهوری آمریکا بود پوتین با گرجستان وارد جنگ شد و دولت بوش هم آن روزها به دلیل عدم اجرای حملات سنگین علیه روسیه مورد انتقاد قرار گرفت در همین حال به اعتقاد تحلیلگران سی این این، نام بردن از بوش در کمپاین جمهوری خواهان غیر معمول است با ویژه پس از تصمیمات و سیاست های خارجی او مخصوصا جنگ عراق که منجر به پیروزی دموکراتها در انتخابات بعدی شد اما بوینر به عنوان یک شخصیت سیاسی همواره از منتقدان دولت اوباما بوده است پیش از این همسر میترامینی نامزد رقیب اوباما مدعی شده بود که اگر همسر او به این سمت دست یافته بود پوتین جرأت چنین کاری را نداشت